سلام، نمیشه سراغ ژانر سینمای انقلاب رفت و سرکی به زنده باد زاپاتا نزد؟ فیلمی ساخته الیا کازان با فیلمنامه‌ای از جان اشتاینبک درباره قهرمان ملی مکزیک امیلیانو زاپاتا. مارلون براندو در حالی نقش امیلیانو زاپاتا رو بازی کرد که همبازیش در این فیلم آنتونی کوین خودش مکزیکی بود و توقع داشتش که این نقش رو به او بدن. فیلمی درباره خیزش مردم مکزیک در مقابل حکام ستمگری که زمین‌های اونها رو یا خودشون و یا اطرافیانشون غصب کردن و حالا مردم قرار حق خودشون رو پس بگیرن. ماجرا از ملاقات دهقان‌ها با رئیس جمهور مکزیک شروع میشه. رئیس جمهور دیاز خودش رو به عنوان پدر مهربان مردم معرفی میکنه، اما راه حلی که امیده عملا از سرباز کردن دهقان‌هاست. یکی از اعضای این هیئت اما لب اعتراض باز میکنه تا به دیاز نشون بده فریب زبونبازی او رو نمیخوره. البته دیاز دور نام این فرد رو خط میکشه تا از این به بعد حواسشون بهش بیشتر باشه. What is your name? Zapata. Emiliano Zapata. امیلیانو و برادرش در بازگشت شورشی رو علیه حکومت مرکزی سر و شکل میدن. او اگرچه در همین زمان عاشق دختری به نام جوزفا شده و نیاز داره برای به دست آوردن دختر کار درست و حسابی برای خودش دست و پا کنه، اما نمیتونه در مقابل بی‌عدالتی ساکت شه و عملاً عشق و زندگی شخصی رو قربانی این نبرد نابرابر میکنه و مجبور میشه برای ادامه زندگی به کوه‌ها پناه ببره. در این میون قاصدی پیام یک اصلاح طلب انقلابی و در این حال ساده لوح به نام مادورا رو که از خاک آمریکا شورش علیه دیاز رو رهبری میکنه به زاپاتا میرسونه. زاپاتا با ساماندهی و نظام دادن نیروهاش شکست‌های سختی رو به نظامیان حکومت مرکزی وارد میکنه و در پایان با فرار دیاز مادورا جانشین او میشه. اما حضور مادورا در رأس قدرت شرایط رو چندان بهبود نمیده. عملاً مادورا اقتدار لازم برای کنترل حکومت رو نداره و همین باعث میشه زمانی که او برای دیدار با زاپاتا به پانچو ویلا میره، ژنرال خیانتکار ویکتور هورتا همزمان به سمت اونها لشکرکشی کنه. مادورا توسط نظامیان بازداشت میشه. او عملا نه تنها نتونسته اصلاحات خاصی رو رهبری کنه که بازیچه قوانین به ارث مونده از سیستم پیشین و قدرت نظامیانه و خیلی زود صداش در میون رگبار گلوله ها خاموش میشه. سرانجام انقلاب مکزیک چیه و آیا اونها اینجا به پایان خط میرسن؟ مبارزات زاپاتا و یارانش به کجا میرسه و آیا میتونن بار دیگه قدرت رو به دست بگیرن؟ آیا سرنوشت از رهبر این جریان مردمی دیکتاتور دیگه ای میسازه؟ هرناندز. ماجرای امیلیانو زاپاتا از نقطه نظر زندگی شخصی او اگرچه یک تراژدی کامل حساب میشه، اما به عنوان عنصری الهام بخش جاودانگی رو در ذات خودش داره.
سرنوشت با زاپاتا سر یاری نداره و او زندگی عادی خودش رو به ناچار قربانی حضور طولانی در عرصه نبرد با دیکتاتورها میکنه. در این حال او از گزند خیانت هم در امان نیست، خیانتی که اگرچه جسمش رو هدف گرفته اما موفق به از میان بردن آرمانهاش نمیشه. اصالت دادخواهی زاپاتا که در خطاب کوتاه او به عنوان یک جنرال ساده که قدرت رو برای در کنار مردم بودن رها کرده نمود پیدا میکنه و همین راز این جاودانگیه. به طوری که اندوه کشته شدن یک قهرمان بزرگ جای خودش رو به امید درخشان میده و همین راز جاودانگی زاپاتا است. پس زنده باد زاپاتا. شاید یکی از دلایل مهم مورد توجه بودن فیلم زنده باد زاپاتا توجه ویژه جان اشتاینبک به پرداخت شخصیت اوست، چیزی که فیلم رو با همه مشکلات ساختاری هنوز اثری قابل توجه نگه داشته. با توجه به تجارب قبلی الیا کازان، ورود او به تولید فیلمی که در صحنه‌های بزرگ اتفاق می‌افتاد و عملاً باید یک وسترن جذاب می‌شد، چندان چنگی به دل نمی‌زنه. به خصوص که برخلاف چیزی که از فیلم توقع میره، صحنه‌های نبرد و درگیری نظامی و پیوندهای اصلی ماجرا عملاً وجود ندارن. ما پیروزی‌ها و شکست‌ها رو در صحنه‌های پس از نبردها شاهدیم و خلأ وقایع خود نبرد به شدت احساس میشه. کما اینکه ما با همین ترتیب نمیتونیم با مبارزان اصلی همزادپنداری و احساس همدردی چندانی داشته باشیم. مارلون براندو اگرچه تلاش کرده لهجه مکزیکی رو به لحن زاپاتا اضافه بکنه، اما حضورش گاهی باعث حواس پرتیه. باید پذیرفت که آنتونی کوئین که خودش مکزیکی بود میتونست انتخاب بهتری برای نقش اصلی این فیلم باشه. کما اینکه با ایفای نقش اوفیمیو زاپاتا به اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد اون سال هم رسید. اسکار آنتونی کوئین تنها موفقیت فیلم در مراسم آکادمی آواردز اون سال بود. جالبی که او پیش از حضور در این فیلم نقش استنلی کووالسکی رو در نمایش تراموایی به نام هوس برای الیا کازان بازی کرده بود، همون نقشی که مارلون براندو رو به دنیای سینما و تئاتر وارد کرد و البته بازی آنتونی کوئین در اون نقش هم بسیار تحسین شده. البته این رقابت جلوی صمیمیت این دو بازیگر رو نگرفت و اونها در پیش و پشت صحنه رفتاری کاملا برادرانه و صمیمی با هم داشتن. سالها بعد کتابی با همین عنوان از جان اشتاینبک منتشر شد که البته ردی از فیلمنامه در اون نبود. این کتاب در واقع پرداختی بسیار دقیق درباره امیلیانو زاپاتا است، تحقیقات تاریخی گسترده در زندگی او که در نهایت هم به طرح این فیلمنامه بدل شده. این رو هم بدونیم بد نیستش که در واقع خانواده زاپاتا خودشون از ملاک‌ها و زمینداران منطقه بودند، چیزی که در داستان البته به دهقانی فقیر و پرورش دهنده اسب تغییر پیدا کرده. This is the best of the lot. Where are the others? I am the best judge of horses in the country. You are the only one who does not know this. برای نقش جوزفا زاپاتا ابتدا جولی هریس مد نظر بودش. مرلی مونرو هم تلاش زیادی کرد که نقش رو بگیره، اما زانوک اعتقاد داشتش که حضور او در این نقش ممکنه به شکست تجاری پروژه بدل شه. در پایان هم نقش به ژان پیترز رسید. مطابق معمول با تماشای چند سکانس از فیلم این ولاگ رو به پایان برسونیم. کودک گرسنه‌ای برای سیر کردن خودش به سراغ غذای اسب رفته و مورد حمله یکی از مهتران قرار میگیره، چیزی که خروش امیلیانو رو در پی داره. به نظر میاد که او با وجود نیاز شدیدی که به این کار داره نمیتونه حتی در مقابل کوچکترین ستمی سکوت بکنه. They steal everything!
امیلیانو با کمک اوفمیو یک خواستگاری به سبک زورگیری رو در داخل کلیسا پیش میبره. Sif, I must speak with you. That's not it. What would be wrong with me if I married you? What do you mean? I have no intention of ending up washing clothes in a ditch and padding tortillas like an Indian. My mother was a Salazar. Zapatas were chieftains when your grandfather lived in a cave. امیلیانو که به اتهام قتل ماموران تحت تعقیب در نهایت به دام میفته و با یک اسکورت قرار او رو برای محاکمه به پایتخت ببرن، اما اینجا قرار نیست پایان راه او باشه. To do. We are here, my captain, with your permission. امیدوارم تماشای این ویدیو براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. به امید روزهای شاد و آزاد.